سمت. سر و چهار یازده دیست و پنج بعدی سمومی رو از روی دوتا کد قبلی توسط یه رابط خود سیستم جنریت میکنه، هیچ کمکی بهت نمیتونم بکنم. تازه اگه میتونستم به تو این کسافتیش کنم. ترکونیش خب البته کار از محکم کاری آخش. جناب همایون سلحشور درسته؟ بله. کاوه توفیقی 36 سال فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد، ساکن خیابان پیروزی، کارمند شرکت دیتا پیام، شرکت زیرمجموعه شما، درسته؟ بله. طبق گزارشی که به ما داده شده از پشت سر به شلیک شده، مهرهای گردنش رو خورد کردن، 20 ساعته که از ساعت مرگش میگذره. چیز جالب اینه که جسدش رو سوزوندن. میدونی این چیه؟ اسمش دانگله. در واقع کارش ترکیب کدای امنیتی جهت تکمیل استخراج اطلاعات. کدای امنیتی بدون این قطعه هیچ کارایی ندارن. میدونم اون چیه، شغل من همینه. ولی دست شما چی کار میکنه؟ تو معده کاوه پیداش کردن.
واقعا؟ آقای سلحشور، بچه های ما از صبح تو فرانزه یکی، یعنی آزمایشگاه دیجیتال دارن روش کار میکنن، فقط تونستن چند تا کد ازش استخراج کنن که قطعا فقط شما میدونین کدا چیه. اون اطلاعات ورود به سیستم اپلیکیشنه. این اطلاعات فقط دست یه نفر بوده، کاوه. بله، یه نفر. این قانونه. کار کاوه تو شرکت شما چی بود؟ ورود به حفره‌ای اصلی شبکه رو میدونست. اگه تا پنجشنبه این سیستم آپدیت نشه، هر کسی میتونه کلی به پول و اطلاعات شخصی مردم دسترسی پیدا کنه. شما الان شاکی خصوصی داری شرکت دیتا پیام که شما نماینده طراحی اجرا و نگهداری از اپش هستی، ازتون شکایت کرده. آقای مهندس میرزایی؟ بله، مهندس میرزایی. اینو خود آقای مهندس میرزایی هم میدونه. اون سیستم هر چند ساعت یک بار آپدیت خودکار میشه؟ هر دو ساعت. کاوه که پنجشنبه رفت دیگه باهاش تماسی نداشتی؟ من نه، ولی فکر کنم دخترم داشت، قرار گذاشته بودن. بین دو به روز رسانیه شما پول چقدر جا به جا میشه؟ عدد خیلی بزرگه. ببین، کاوه هر طور شده میخواسته که اون دنگل رو حفظ کنه. خب این میتونه نشونی خوبی برای ما باشه. جناب سرگرد، داریم زمان از دست میدیم. اینجا معشده، چند روز دیگه هم عیده. میدونی چند میلیون ظاهر میاد توی این شهر؟ هر اتفاقی توی این شهر بیفته مسئولیتش با شماست. آقا ما یه گزارش ماهیانه به شرکت و نیروی انتظامی میدیم. ببینید، سیستم شما تا پنجشنبه برنامه ریزی شده که تقریبا ورود بهش هم غیر ممکنه، چون برق اون سرور از برق شهر نیز جنراتور مشخصی داره. همه اینا رو ما میدونیم. من دستور قضایی فک پلمب دفتر رو تو بعد از ظهر میگیرم. شما با نیروهای ما توی دفتر مستقر میشین و شروع میکنی به فعالیت. دکتر فرخ کسی است که از طرف ما از همین الان با شما همکاری میکنه. اون میاد و نیروهای عملیاتیشو میچینه. از این به بعد تمام فعالیت های دفتر شما زیر نظر منه. مفهومه؟ بله، من در خدمتم. بسپارش به من. خیالم راحت. برو بعد زنگ بزن. حضرت عبو ها کجا؟ آه خفگیریه؟ بری برون باشه. چش کار خرکی نکنی. آره رمز، آه گردنم شکست، آروم فشار بده. رمز خانم نزن اینو، برای چی اینو میزنی؟ گفتم رمز. طول سگ. چی؟ خانم رمزو دارم میگم، طول سگ. با دو تا او. دست شما رو نکنه. اونه داره؟ کاغذی خورده. خسته نباشی. سلام، خوش اومدین، در خدمتون هستم. بفرمایید. اینا هم هست. اینا رو زحمت اگه بزنین. ببخشید یه لحظه، من چک کنم با آقا اون مشکل. سابقه درست شد. ما از خواهی میکنم خدمتون، فکر میکنم یه مشکلی به وجود اومده. الان من نمیتونم فروش رو بهتون انجام بدم، موجودی کالا هم برمیخوره. نه اشکال نداره. سلامت باشین، از خواهی میکنم. ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار. کار کرد، معلومه که کار میکنه. قربان، ما از تمام هاردا بکاپ گرفتیم، سیستم داره در حال حاضر طبیعی کار خودش انجام میده. دو ساعته دارم با مقامات قضایی سر کله میزنم که بتونم پلمب شرکت رو بشکنم. مقامات هم با مسئولیت مستقیم من اجازه رو دادم. از این به بعد کلیه فعالیت های شرکت زیر نظر مستقیم سازمان ما تحت کنترله. های سلحشور، آدمای اصلی شرکت شما که به سیستم دسترسی دارن کیان؟ ضمن تشکر از شما و از این عمل کرد، غیر از کاوه، دخترم کتایون و شهریار. بسیار خوب، میتونید فعالیتتون رو شروع بکنید. قربان، ما آماده ایم، فقط منتظر دکتریم و تیمش. خیلی خوب، موفق باشیم. ممنونم.
اگه به حرفای تو گوش بدم دیگه نمیتونم فیلم ببینم. آقا کی میدونه ما تو این مملکت چیکاره؟ نمیدونن دیگه، همین میشه که میذارن پاچش دیده رو بادمجون میکنن. تو چیز جالبی ها، من به تو میگم نمیخوام بشنوم، باز تو حرف میزنی سخنرانی میکنی واسه من. سیلیکون ولی میدونی کجا؟ نه تو میدونی. ببین تو یکی از شرکتای اونجا ما درونی هم بکنیم نون اون تو روغنه. تازه صحبت کردم تو رو هم به خودم ببرم. تو این سیبیلات اگه رفتی اونجا بهت شغل دادن بعدا بگو رفیقم هم میخواد بیاد. سیبیلای من ماره ایرانی که نوکش پایینه، برسن اونور نوکش میره بالا. اینا ببین اینه این. ای خدا یه جون میگی برم برم، انگار ساکت رو جمع کردی، عوارض خروجت هم دادی، بلیط هم گرفتی، یه هواپیمای شخصی منتظر شما رو ببره اونجا، اونجا هم واسه فرش قرمز پهن کرده. معلومه که میرم. مثل تو وایستم اینجا اینستاگرام هک کنم و کارهای بچه 14 ساله ها رو بکنم و برم تو پیجمون ببینم چه خبر رو. بنو من اگه گیر و گور مالی نداشتم از این کثافتکاری ها نمی کردم. بعدم شما چی کار میکنی؟ میشینی اینجا بیسیم پلیس رو شنود میکنی؟ اون اشتباه این کار خیره؟ من بیسیم پلیس رو شنود میکنم برای اینکه ببینم توی مملکت چه خبره. خب اخبار گوش کن. همین پریروز کوچه پایینی یه ماشین مدل بالا رو با فرز ویش بریدن، یکی 4 میلیون. میفهمی؟ خب چیکار کنیم؟ خب میگم اگه توی خورده کمک کنی یه پول و پلهی به جیب بزنی میتونیم دوتایی با هم بریم. برای بده از که فرز بخرم، بیاییم آینه ماشینا رو ببریم، یکی 4 میلیون بفروشیم، بریم اون برم. سوهر جان اون که دوزیه. شما میدین چند تا بانک تو این کشور هست؟ میدین چند تا حساب بیکاره همین تا حساب مونده توش هست؟ یکی 100 تومن، 100 تک تومنی از هر کدوم برداریم، میدین چقدر پول میشه؟ میریزیم توی حساب اون و 2-3 ماه باهاش اموراتو میگذرونیم، بعدم که دیگه میفهمم ما چی کاره ایم، استخدام میشیم دیگه. راست میگی، این دزدی نیست. آره چرا اصلا به فکر خودم نرسی؟ یکی 100 تومن از حساب مردم برداریم کسی هم نمیفهمه و بریم اون و ببین من یه عذرخواهی بهت بده کارم بابته؟ چون فکر میکردم تو دیوونه ای ولی تو واقعا خلوچلی. تو این کار خوبی هم که میخوای انجام بدی رو من حساب نکن. ببخشید آقا، این به نظر من همون دزدیه. الو سلام دکتر. آو دکتر جونه، حالا احتمالا میخواد بگید تو ناسا برات کار پیدا کرد. مخلصم دکتر جان، خوبید شما؟ من در خدمتم جوزر کن. آقای دکتر ببخشید، شما حالتون هم زیاد مساعد نیست، مزاحمتون شدیم. میرم سر اصل مطلب. آقای دکتر این کد اپا رو میتونیم تغییر بدیم؟ منظورتون اینه که بازآفرینی بشه؟ بله بله. ببخشید آقای دکتر، بانک‌های زیادی زیر پوشش ما هستن، همه‌شون هم چرخه مالی دارن. اگر این سیستم دوچار حفره بشه خدا میدونه چی میشه. میتونم حدس بزنم یه کمی پیچیده است دکتر جان. اون اپ در واقع یه دروازه ورودی برای وارد شدن به هزاران شبکه کوچیک‌تره، مثل یه پوسته محافظ که با اون کدهای امنیتی محافظت میشه. اگر هر اطلاعاتی غیر از مجرای اصلی از هر جای دیگه بهش نفوذ کنه، در واقع کنترل همه چی رو تو دست میگیره. فرایندش رو فقط کاوه میدونست، ولی قطعا ورود بهش سخته. این یعنی اینکه میلیاردها تومان پول مردم قابل دسترس میشه برای کسی که بتونه هکش کنه. شما نمیدونید که اون کد چه ساختاری داره؟ دقیقا نه، فقط کاوه میدونست. یعنی همون مقتول پرونده که خدمتون گفتم. فقط میدونم سطح ایمنی بالایی داره. هیچ سیستمی هم نیست مگر اینکه اونو برق نزنید، در غیر این صورت قابل دسترسی و حق شدنه. دکتر چاره چیه؟ چه کابت بکنیم؟ نگران نباشی، طبق بررسی های ما اون اپ 13 تا بانک و 7 مؤسسه مالی متصله که بعد از هر تراکنش حتی اکثر 24 ساعت طول میکشه که پول به حساب شخص واریز بشه. یعنی هر کسی که کارت خوان یا پوز داشته باشه به راحتی میتونه این کار بکنه. یعنی عملا در هر 24 ساعت یه اختلال میتونه صورت بگیره. دقیقاً.
البته ما به همه بانک ها نامه زدیم که بعد از هر ارور یا نویزی سریعاً ما رو مطلع کنن. جناب سرگرد، آقای دکتر، بذارید ما خودمون انجامش بدیم. جناب سنهشور، پرونده امنیتیه به دلیل قتلی که اتفاق افتاده. البته امنیتش با منه و قتلش با دایره جنایی. سلام آقای سهیل دورانی، از شاگردای نخبه من. بله بله، خدمتشون بودیم، قبلا با ما همکاری داشتن. سهیل جان، ما اینجا یه مشکلی داریم. من در خدمتم. آقای احمدی کارشناس نرم افزار هستن، آقای صدفان مدنی کارشناس و متخصص استخراج اطلاعات محیطی سیستم هستن. چاکریم، فقط موضوع رو مفصل به من بگید که من بدونم باید چیکار کنم. این مأموریت چند ساعتیه که از طرف یگان تجسس پلیس فتا در دستور کار ما قرار گرفته. ما تحلیل دانگل رو پیدا کردیم، اما اگه بتونیم که سیستم رو بازآفرینی کنیم و کدای قدیمی رو جایگزین کدای جدید کنیم، دیگه مشکلمون حل میشه. البته این فقط در حد یک فرضی است. این سیستم تو چه تایمی خودش رو آپدیت میکنه؟ اگه اروری روش نیاد هر 2 ساعت. دکتر ببخشین، شما به فکر هک سیستمین ها؟ شما راه بهتری سراغ دارین؟ راه؟ نه. میدونی اگر این اتفاق بیفته تمام تراکنش ما متوقف میشه؟ و توقفش رو چجوری اعلام میکنه؟ بعد از کشیدن کارت و وارد کردن رمز تراکنش رو ناموفق اعلام میکنه و اینجوری 72 ساعت زمان میخره برای برگردون داره پول. ببخشید من میرم اتاقم، اگر امری بود در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. سوهگ، اول باید همه چیزو به دست بگیری. هر نیرو و امکاناتی رو که میخوای لیست کن. امکانات که مشکلی نداریم، فقط به لحاظ نیرو مد نظرم بهنامه. بهنام؟ بهنام شاکری؟ خوبه، هنوز ایرانه؟ آره ایرانه هنوز. همین که ما هم رفیقیم، هم خودتون بهتر میشناسیدش، مخ تحلیل و آنالیز سیستم‌های مدیریتیه، به خاطر همین با هم راحت‌تریم، میتونیم بهتر کار کنیم. بسیار خوب. فقط مهندس جان، نرم افزارهای سیستم خیلی راحت دارن کارشون رو انجام میدن. مشکل ما اطلاعات سخت افزاریه که باید حلش کنیم. ببینم چی کار میکنی. چشم، ما تمام تلاشمون رو میکنیم. امیدوارم کسی که این سیستم رو طراحی کرده کارشو خیلی خوب انجام نداده باشه. دیدی چی شد شهریار؟ همه چی به هم ریخت. اصلا باورم نمیشه. چرا کافه؟ چی بگم آقا؟ من هنوز تو شوکم. ولی با تمامی اوصاف باید ازش ممنون بود. تونست از دانگل خوب محافظت کنه. دانگل؟ چجوری؟ اصلا من همراهش بوده؟ از معده‌اش پیدا کردن، قرد داده بود. پدر میشه به من بگید اینجا داره چه اتفاقی میافته؟ از در و دیوار و شرکت داره پلیس میریزه. هر کیو میبینیم که من از دایره جنایی اومدم. ببخشید شما، بنده از پلیس فتا اومدم. آخه به من بگید چه خبره؟ همه دوربینای مداربسته شرکت رو باز کردن، دارن دوربینای خودشون رو نصب میکنن. ببخشید پدر، اون یارو کی نشسته پشت میز کافه؟ شما بهشون اجازه دادید؟ تا این آروم باش، شرایط خیلی بحرانیه. شاید بدتر هم بشه. بدتر از این؟ دیگه بدتر از این چه اتفاقی میخواد بیفته؟ همه چیمون رو هواست، کل شرکت رو هواست. پدر من، آخه چرا اینجوری متوجه نیستی؟ چرا متوجه نیستی؟ تا پنجشنبه هیچ کاری نمیتونی بکنیم. باید با اونام همکاری کنیم. اگر اتفاقی بیفته پای شرکت و تک تک ما گرفتاره. میدونم، فقط ما باید به همه کمک کنیم. این خانم نشاط چیکار کنم؟ بگم بیاد نه یا تکلیف من روشن کنین لطفاً. ببین اگر اونا اجازه میدن بگو بیاد. نیازی نیست بیاد آقا، من که به بایگانی اطلاعات دسترسی دارم. اگه کاری سوالی چیزی داشتم میتونم به من بگم. ممنون، من خودم اینجا هستم، به اطلاعاتم دسترسی دارم. کتایون با صبوری، شر به پا نکنی. چشم 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 پدر من، خودم حواسم هست. شما هم امیدوارم دیگه گند نزنی. بفرمایید.
32 رقمیه. خب هر روز خودشو آپدیت میکنه، یه بروز رسانی هفتگی داره که کدشو باید دستیه داره. سلام، من کتایون سلحشور هستم، مدیر داخلی شرکت، در خدمتتون. سلام خانم، من سهیل هستم، ایشونم صدفان اکبری هستم. این آقای کاوه به طراحیاش رو روی سیستم خاصی انجام میده؟ فکر میکنم روی لپتاپش. لپتاپش رو میشه داشته باشیم؟ بله حتما، الان میارم براتون. ممنون. شما کدوم دانش رو خوندین؟ فردوسی مشهد. پی‌اچ‌دی مون رفتم تهران ولی از مشهد شروع کردم. اون وقتی هم استخدام هستین؟ کی ما رو استخدام میکنه؟ خدمت شما. ممنونم. جناب اکبری، این دیگه زحمتش با شما. به بچه ها بگید یه نگاهی بهش بندازم ببینیم چی از توش در میاد. ولی قبلش خودم یه نگاهی بهش بندازم. چیز مهمیه ها. آفر بشه. مخلصیم. کابه خیلی آدم باهوشی بود. میدونم. از طراحی این رکش میگم. من واقعا نفهمیدم که چطوری همه این اتفاقات پشت سر من با این سرعت افتاد. یه سوال، این دانگل دقیقاً چه روزی نصب شده؟ دیروز تا پنجشنبه. ممنون. هر کمکی که از دست من برمی اومد حتما به هم بگید. اینم کارت امنیتیتون برای ورود و خروج بشه. شدیم اینه مربیای فوتبال. بهتونم میاد. خدمتتون عرض کنم که ما با یه سیستم کاملا پیچیده طرفیم. خب این خیلی طبیعیه. یه اپ طراحی شده توسط این آقای کاوه که بخشش در یه لپتاپ شخصی بوده مطمئنن. اما یه فایل کلی وجود داره که تمام این اپ در اونجا تعریف شده. تو اونجا ساخته شده که ما دنبال اینیم که بفهمیم ما به چه ساختاری طرفیم. تا اینجاش خیلی چیز عجیب غریبی نیست. اما برای ورود به این سیستم ما یک کد 32 رقمی لازم داریم. اما همین کد 32 رقمی کلید اول دو مرحله ایه. یعنی یک کد 32 رقمی همراه با یک کد تک رقمی. اینجا یه بازی روانی کرده که اگر کسی به این سیستم حمله کرد بعد از 32 رقمی که پیدا کرد دنبال یک عدد درشت دیگه باشه، در صورتی که بعدش یه مرحله خیلی ساده است. یه عدد تک رقمی زیر 9 فقط براش تعریف شده. اما اینا باید همزمان اتفاق بیفته. باز هم اینا خیلی چیز عجیبی نیست. اپی که اینجا تعریف شده باید مثل تمام اپ‌های دیگه توی یک بازه زمانی آپدیت بشه. اما موتور این آپدیت چیه؟ خیلی حرکت هوشمندانه ای کرده. موتور این آپدیت همون چیزیه که داره هکش میکنه. یک خود هکری اتوماتیک درش داره اتفاق میفته. من یه همچیزی تا حالا ندیدم. به نظر شما کاوه چرا این کارو کرده؟ برای مقابله با حمله‌ای که توسط سرورهای خارجی اتفاق میفته، اسرائیل، ترکیه یا حتی وی پی ان های امن داخلی، اینا میتونن از طریق میانبر بهش حمله کنن. اینجوری این اتفاقو تقریبا غیر ممکن کرده. به نظرت این چه کمکی میکرده؟ دکتر شما بهتر از من میدونید. هر چه که پهنای باند گسترده‌تر میشه، سطح امنیت میاد پایین. یک سطح امنیتی تو این اپ تعریف کرده که با یک کد دستی 6 مرحله‌ای که فقط باید توسط خودش داده بشه امنیت این بره بالاتر. اون چیه؟ بذارید اینطوری براتون توضیح بدم. کل این ساختمان چه شکلیه؟ اپی که باهاش مواجهیم فکر کنید که یک ساختمانی است که درش دو تا اتاق داره. برای ورود بهش گفتیم یک کد 32 رقمی می‌خوایم. بعد از اینکه این کد 32 رقمی رو وارد بکنیم طی یک زمان کوتاه ما میرسیم به دو تا اتاقک دیگه. اینا همون سلولای داغن. هر کدوم از این اتاقک‌ها یک اتفاق درش میافته. یکی اطلاعات مشتری رو داره، اون یکی اطلاعات کل سرور و کل اپلیکیشن درش تعریف شده. حالا برای ورود به هر کدوم از این اتاقا هم
یه کلید وجود داره که اون 16 رقمه. 16 رقم برای این و برای اون یکی. ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم این 16 رقم رو عوض کنیم، اما توی یه زمان کم. یعنی وقتی که می‌رسیم برای تغییر کد مثلا سلول داغ اول یا سلول داغ دوم، باید مراقب باشیم که در پشت سرمون که با یه کد 32 رقمی اومدیم توش بسته نشه. اگر بسته بشه ارور میده و اگر ارور بده متوجه میشن که به این سیستم حمله شده و عملاً دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. من نمیتونم بفهمم چرا اینقدر زمان کمه. دکتر سرعت تراکنش‌ها رو برده بالا از مبدأ تا مقصد. شما چه به صورت کارت حالا یه خرید بکنید یا اینکه یه خرید اینترنتی بکنید، بخواید توی تکمیل فراینده خریدتون این اتفاق بیفته، یک بازه زمانی کوتاه مثلا 8 ثانیه‌ای دارید. تو اون 8 ثانیه این اتفاق باید بیفته. در غیر این صورت به شما میگه یا دوباره کارت بکشید یا اینکه فرآیند خرید رو از ابتدا انجامش بدید. این زمان رو کوتاه کرده. این توی تمام اپا تعریف شده. میتونی براش راهکاری پیدا کنی؟ سعیمو میکنم. خیلی سخته ولی ببینیم تا کجا پیش بریم. بله جانم سویل جان، خب یعنی پولش خوبه؟ خدا بیامرز عجب عجوبه‌ای بوده. دکتر سال بالایی ما بود نه؟ بله. من سیستمو چک کردم. میتونیم یک کاریش بکنیم، شدنیه. چجوری؟ ببین بعد یه مقدار روی یک سری از بگو دیگه بابا. حالا هی منمون صدفان خودمونه. صدفان خودیه؟ ببین ما باید یک کد بسازیم که این کد بتونه در سیستم رو باز نگرده. یعنی انگار مثلا یه لنگه کفش بذاره لای در. اون موقع است که سهیل باید سیستم رو هک کنه. یعنی در اصل ما دو نفری به سلول داغ میرسیم. سلول داغ؟ جایی که مایه در میارن میگن سلول داغ. فقط یه چیزی، اگه تو این تایمی که در رو باز نگه داشتیم سیستم نتونه آپدیت بشه، همه چی به هم میرزه، همه جا ارور میده. چقدر این کار مطمئنی؟ من فکر میکنم این کار عملیه، البته با یه کار تیمی. بسیار خوب، پس بریم انجامش بدیم. چرا معطلی؟ خیلی خوب، قبل از هر چیز یه کمی استراحت کنین، انرژی بگیرین، بعد شروع میکنیم. یا علی. تون کم نبود. لااقل الان میفهمیم داستان چیه. خیلی پیچیده است. اون کد هر چیزی میتونه باشه. بی خود نیست این چند ساله که اینجا بود کمترین اخطارا و حمله های هکرها رو داشتیم. چیکار کنیم؟ فعلا چی؟ دوستان میتونم بپرسم دارین چیکار میکنین؟ سیستمای شهری، دستگاه های پست همه ارور دادن. واقعا اگه نمیتونین جمعش کنین خب بگین که من یه فکر دیگه بردارم. چون اینجوری که شما دارین پیش میرین فکر میکنم حالا کار داریم. حتما در جریان هستین که این کاری که شما 3-4 نفره دارین انجام میدین رو معمولا 100-150 نفر از پرسنل ما هر روز دارن انجام میدن. چرا به دکتر شما مطمئنین اینا از بچهای نخبه دانشگاه فردوسی هستن که واقعا اگه اینطور باشه توقع خیلی بیشتری ازتون میره آقایون. پدر خوبم. به مرحمت شما. کار مهم رو نباید دیر انجام بدی.
دوست دارم اولین کسی باشم که بهش دسترسی پیدا میکنم. میدونی پای چقدر پول در میونه؟ دوست ندارم این پول دستم بپره. باشه؟ از هر کی میتونه کمک بگیر. میدونم چی میگی. چشم. نه بابا خیالتون راحت. خداحافظ. خداحافظ. به اینا که دوباره شروع کرده. هر کی زورش میرسه داره یه امتحانی میکنه. اگه اینطوری پیش بره کنترلش خیلی سخت میشه. عزیزم چند تا جوجه هکر نمیتونن این اپو هک کنن. چی میگی؟ فقط چون امنیت بالایی داره تا هیچ اتفاقی براش نیفتاده. خب بالاخره آقایون اپ معتبریه، همه مردم میشناسنش، دارن باش کار میکنن. فکر میکنی چقدر زمان لازم داریم؟ خیلی. من کاری به چند تا جوجه هکر ندارم. مطمئن باشین اون آدمایی که کاور کشتن الان از ما خیلی جلوتره. نمیدونم فقط چرا تا هیچ کاری نکردن. امروز چند شنبه است؟ سه شنبه. فردا وقت سفارت داشتیم ویزامون پرید. وقت ویزاش هم پرید. کجا به سلامتی آقای من؟ مهم نیست. شهریار نامور کی از شرکت رفته بیرون؟ قرار نبود بره. مریضی مادرش. آره، کشته شده. سوزوندنش. از رو کارت شرکت شناسایی شده. زیر پل پیداش کردن، درست مثل کاوه. کسی از اونجا خارج نشه من دارم میام. بعد این همه سال کار و تجربه گن زدی آقای سلاشو. چی شده؟ شهریار کشته شده. آه؟ جسدش رو روز صبح پیدا کردن، درست مثل کاوه سوزوندنش. سوزوندنش؟ اون که تو شرکت آدم مهمی نبود، حتی کدارم نمیدونست. آخه اون چرا؟ اومدم همینو ازت بپرسم. شهریار رو چقدر میشناختی؟ رابطهش با کاوه چطوری بود؟ از چیزی اطلاع داشت؟ اگه میدونست که تو این چند روز بهتون گفته بود. یه جای یه کار اشکال داره. دیشب حالش خوب نبود، بهش گفتم برو خونه. شما یه همچون اجازه نداشتی آقای سلاشو؟ حالش خوب نبود. شهریار کجای این معادله است؟ شهریار تو شرکت یه آدم معمولی بود، ولی میخواست نشون بده که خیلی مهمه. همین رابطه بین کاوه و شهریار رو باید پیدا کنیم. چجوری پیداش کردی؟ زیر پل قاطی کارتون خوابا پیداش کردم. تهیه تمام این اتفاقا شمای آقای سلاش. من چرا؟
من که دارم همکاری میکنم. یه قتل اتفاق افتاده، به حکم قانون باید بازداشتتون کنم. به چه جرمی؟ یه قتل اتفاق افتاده، دادخواست شرکت هم رفته دادگاه، حکم جلب صادر شده. جناب سرگانگا شما متوجه نیستید شرکت رو حواس، من باید اینجا باشم. هر موقع قرار بود اینجا باشین ما خودمون میاریم اتون. شما انگار عمق فاجعه رو نمیدونی جناب سرگور. من نمیدونم؟ من در ماه چندین مورد مثل همین پرونده رو دارم باش سرکله میزنم. اتفاقا چون میدونم بازداشتی. بازداشت من هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. بفرمایید آقای سلحشو. بفرمایید، خواهش میکنم. کاوه رو چقدر میشناختید؟ کاوه رو خب تقریبا خوب میشناختم چون همکار بودیم با هم، هر روز همو میدیدیم. منتها کاوه خیلی آدم ساکت و آرومی بود. میدونید مثلا میدونستید خونش کجاست؟ بله، آدرس خونشونو دارم. خونه پدریشو نمیگم. اینطور آدم ها همیشه خلوتی دارن دیگه. آره، یه دفتر کار داشت که اتفاقا کلیدش هم دست من. خب این خوبه، آدرسشو به من میدی؟ برای چی میخوام؟ برای اینکه شاید اونجا یه چیزایی پیدا کنیم به دردمون بخوره. چرا باید به شما اعتماد کنم؟ برای اینکه این مسئله باید حل بشه. جالب هم هست که اینا رو اصلا تالو به پلیس نگفتیم. من اصلا فکر نمیکردم که مهم باشه، یعنی ضرورتی داشته باشه گفتن این مسئله. ما از لحاظ قانونی باید شکایت تنظیم میکردیم. به هر حال شما مسئول امنیت همه ما بودید. کاوه مورد اعتماد شما نبود؟ شما خودتون به آدم مورد اعتماد میکنید. این پرونده موارد زیادی داره. جناب اجازه بدید من برم تو شرکت، قطعا کمکتون میکنم. دیشب شما با مسئولیت خودتون شهریار فرسادین رفته. آقای سلحشو، مامورای ما به شما اعتماد کردن. حالش خوب نبود، مجبور شدم. دیگه بدتر. جناب سرگرد، ما سالهاست داریم با ایشون کار میکنیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم، اما تو این مورد خاص قوانین سازمان ما در ارجحیت. من کاملا در جریانم، البته نگرانتون قابل درکه. آقای سلحشور، خودتون میدونید ما با چند تا بانک و مؤسسه مالی در ارتباطیم و این اتفاق یعنی بی‌اعتمادی، مخصوصا تو این شهری که ادعای الکترونیک بودن داره. جناب رمضانی شما تشریف ببرید، ما با شما در تماس هستیم. بفرمایید. تو بررسی سوابقتون شرکت اول به نام دو نفر ثبت شده، ولی بعد از 3 سال کل سهام به نام شما منتقل شده. در این رابطه چیزی به ما نگفته بودی؟ گفتم شاید مهم نیست. اینجا همه چیز مهمه آقای سلحشور، اینو بفهمید. حالا راجع به طهمورث حشمتی، شریک سابقتون برام بگید. ازش خبر ندارم، تا اونجایی که میدونم ایران نیست. طهمورث حشمتی 6 ماه پیش پاسش مهر خروج خورده، از کشور خارج شده، ولی بعداً غیر قانونی مجدداً وارد کشور شده. با چهره نگاری بچه‌های ما توی همین شهر دیده شده. طهمورث با دختر شما در ارتباطه؟ با کتی؟ چرا این سوال میپرسین؟ فقط جواب بدین. من دخترمو خوب میشناسم، حتی بیشتر از مادر خدا بیامرزش. اون با کسی که این همه دردسر برای پدرش درست کرده امکان نداره در ارتباط باشه. شما در رابطه با شهریار و کاوه هم همینطور با اطمینان حرف میزدی. سرباز حمیدی. بله. ایشونو ببرید.
اینا چیه؟ دانگله. از خون کاوه؟ شما که میدونین چرا میپرسین جناب سروان؟ کاوه اصلا رمز عوض نمیکرده، دانگل رو عوض میکرده. واسه این موقع که خواستم بکشنش چیکار کرده؟ دانگل رو قورت داده. میدونستی اینا بدون دانگل دستشون به جایی بند نیست. این دانگل ها همش سوخته. پس ما این حساب باید بفرستیم اداره تحلیل بشن. پس قطعا این دانگلی که ما الان داریم قرار بوده این هفته اپ باش آپدیت بشه. آره. خب پس الان چیکار میشه کرد؟ من فکر میکنم یه رمز دیگه ای هم وجود داشته که فقط خود کاوه میدونسته. که هر چیزی میتونه باشه. قطعا همینطوره. کاوه یه سطح امنیتی نهایی گذاشته برای سیستم. یعنی یه چیز شخصی، یه چیزی که به راحتی نشه آپدیت بشه. یه چیز شبیه رمز دوم بانکی. خیلی شخصی تر. رمز شخصی؟ یعنی یا یه سری حروف خاص، یه سری عدد خاص، یا اصلا میتونه اثر انگشت باشه نه؟ شاید هم یه الگوریتم. صدفان میشه از روی این دانگلا رمز رو پیدا کرد؟ هنوز که چیز مشخص نیست. نمیدونم با چی کار کنی. اینجوری میشه هزار تا حد زد. آره اپ جدید داره آماده میشه، ما هم که اصلا زمان نداریم. اگه نتونیم وارد سلول داغشیم اساساً به هیچ کدوم از اون اطلاعات نهایی نمیرسیم. امیدوارم فقط دیر نشه. ببینید قاعدتاً این دانگلای سوخته با یه رمزی اپلیکیشن رو باز کردن، درسته؟ برای همین قاعدتاً باید ریتم سیستم و ریتم هر نرم افزار توش وجود داشته باشه. میشه بررسیش کنی خودت؟ حتما. اینجا یه سری آیکونای خیلی زیادی وجود داره که میتونه با هر رمزی هم باز بشه. نمیدونم میتونی پیداش کنی؟ پیداش میکنم. بچه فقط زودتر، ما همه چی داریم جز زمان. یه کاری بکنید. آقایون ما با آدمای طرفیم که به خاطر اطلاعات اپ آدم کشتن و بازم میکشن و یه سرنخ جدید داریم. تهمورس. تهمورس میتونه سرنخ اصلی پرونده باشه. البته مرگ شهریارم هست. شهریار کشته شده؟ بله، جسدشو پیدا کردیم، سوزونده بودنش. البته ما اطلاعات عمومی خوبی از اپ داریم. داریم اپ قدیمی رو از رزه خارج میکنیم. تمام برنامه ها رو روی اپ جدید برنامه نویسی کردیم. دختر همایون و سهیل دنگل رو از خونه کاوه پیدا کردن که این میتونه خیلی به ما کمک بکنه. البته کمک های بهنام هم هست که به لطف آقای دکتر با ما همکاری دارن میکنن. من به بهنام و سهیل اطمینان کامل دارم. اونا مثل پیچ و مهره مکمل همدیگه هم. روزهای سختی در پیش داریم و احتمالاً یه حمله سراسری سایبری اگه بچه ها نتونن به موقع اپ جدید رو برسونن. جناب نهاوندی، چرا سیستم بین مهمی اینقدر ضعیف شده؟ کاوه تمام اطلاعات اون داشته، برای همین کار ما سخته. باید بفهمیم که این اطلاعات چگونه به بیرون درس پیدا کرده. نشاط منشی شرکت تحت پیگرده. به نظر من فعلا تمرکزمون رو بذاریم روی اپ و از پدافند سایبری بخوایم که یه پشتیبانی دائمی داشته باشه. آقا شما همین تقاطع رو برید سمت راست لطفا، چون این هر چی زنگ میزنم در دسترس نیست. نه 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 اینجا نیست. برگردید لطفا. فکر کنم اینو بعد مستقیم برید. مستقیم؟ آره اینو هنوز یکم دیگه برید مستقیم. خب همینجا نگه دارید، من همینجا پیاده میشم. آقا چند دقیقه بعد منتظر بمونید، من برمیگردم. الو سلام، من رسیدم سر خیابون 50. خیلی پیش در پیش بود آدرستون، الان کدوم طرفی هم؟ راست یا چپ؟
خیلی خوب اومدم. دکتر با این شرایطی که دارم میبینم اصلا وضعیت خوب نیست. بله، و مضاف بر این که یه مشکلی هست که هنوز حل نشد. جناب سرگرد، من میخوام اگه امکانش هست یکی دو ساعتی اینترنت قطع بشه. آقای دکتر شما که بهتر از من میدونی، اصلا شدنی نیست. میتونیم بگیم که از اپ استفاده نکنن؟ یعنی میخوای بگیم که به 4 میلیون کار نکنن؟ نه، اصلا شدنی نیست. سرگرد، اون سیستم الان عین یه بمب ساعتی میمونه. من میتونم اپو دستکاری کنم که همه فکر کنن خود اپ مشکل داره. نه ببینید، من هنوز بابت حک مانیتورای فرودگاه مشهد و روزنامه شهرارا دارم جواب پس میدم. اصلا دلم نمیخواد مجددا زیر سوال بریم. پس ما اینجا برای چی هستیم؟ بعدش هم اینکه جناب سرگرد، همین الانم شرکت ما زیر سواله و من اصلا متوجه این ماجرا نمیشم که پدر من چرا تو بازداشت هستن. صدمان؟ بله قربان. چیزی بهشون نگفتی؟ نه هنوز چیزی نگفتم. متاسفانه شهریار به قتل رسیده. یا خدا، یعنی کشته شده؟ بله، جنازه‌شو امروز پیدا کرد. وای، من اصلا باورم نمیشه. یعنی منم میکشه؟ نه، این چه حرفیه بهنام؟ قاتلشو پیدا کردی؟ دایره جنایی داره رو پرونده کار میکنه. خواهشم اینه با توجه به زمان کمی که داریم متمرکز کارا رو جلو ببریم، وگرنه تبعات زیادی دنبالشه. در نظر داشته باشیم که اینجا مشهده، کلی حساسیت روشه، مخصوصا الان که دم عید و کلی زوار داره رفت آمد میکنه. اپ جدیدی که طراحی میشه باید مو به مو این اپ فعلی باشه. سوهل سرعت داری؟ ها، البته کار خیلی سختیه. به هر حال هرچی اطلاعات داره دل رویاشو بریزید بیرون ببینید چه خبره. ما هم داریم روش کار میکنیم. البته این برنامه جدید باید بر اساس الگوریتم اپ فعلی باشه. دیگه الگوریتمش با خودت دیگه. تحلیلش هم زودتر میخوام. ما حالا یه چیزی کم داریم سویل. ببین ما عملا تا وارد سلول داغ نشیم این اپ فعلیمون به درد نمیخوره. نگران نباش، همزمان با هم وارد میشیم. میگم همزمان با هم وارد میشیم. نمیخوام پای پلیس بیاد وسط. همین الانم با اینجا اومدن گند زدی. معلومه چند تا پلیس دنبالت باشن. من فقط یه چیزی میخوام بدونم. برادرم کجاست؟ نباید رو تو حساب میکردم. الان من باید چی کار کنم؟ فقط خدا کنه بیشتر از این گند نزده باشی. بشین. میگم سلطان این کار. قهوه براتون آوردم. گوشی دقیقه. خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. ممنونم خانم. کار خوب پیش میره؟ ببین من بهت زنگ میزنم جمال. باش. خداحافظ. خیلی ممنون. خسته نباشید. سلامت باشید. شما کاراتون خوب پیش میره؟ بد نیست. ممنونم. یعنی چی موبایلشو نبرده؟ برق سرور رو نوسان داشته؟ یارم گذاشته رفته؟ سوهل در جریان گذاشتی؟ ما 3 نفری داشتیم کار میکردیم بیهو قیبیل زد. مشخصاتشو بده بچه ها هر چه سریعتر پیداش کنن. چشم قربان. دکتر با چه عجوبایی سر کله میزنه. الو دکتر جان سلام. با
باید ببینم. سلام دکتر. این همه چی رو وایتکسی کرده رفته. عجیبه، این دوتا قد چقدر شبیه همه. واسه همین گفتم بیا اینجا. دوتا مسئله مهم. اول اینکه جنازه چرا انقدر دم دست بوده، دوم چرا سوزوندنش. قطعا میتونه عامل پیامی باشه. آره، دنبال پیامش بودم. به پزشک قانونی گفتم سریعتر جواب بده. جنازه متعلق به حسن نشاطه، نه شهریار. حسن نشاط؟ آره. این فامیلی چقدر آشناست؟ برادر محشید، منشی سلحشور. پس محشید نشاط الان مسئله مهمی میشه تو پرونده. مهمتر این که امروز محشید با شهریار ملاقات داشته. و باز مهمتر از اون، کتایون دختر سلحشور 2 ساعت خونه محشید بوده. پس محشید با شهریار در ارتباط بوده، اما رابطه بین کتایون و محشید متوجه نمیشه. ما در حال بررسی هستیم نهاوندی. دوتا جنازه رو دستمونه و کلی مسائل امنیتی، از بالا تحت فشاریم. محشید خب منشی شرکت ماست، خیلی وقته که میشناسمش. دیروز با من تماس گرفت، گفت همدیگر رو ببینیم. ترسیده بود، ولی خب من واقعا نمیتونستم تشخیص بدم که از چی ترسیده. حتی نمیتونستم حدس بزنم که چی میخواد بهم بگه. برای همین کنجکاو شدم، باهاش قرار گذاشتم. فقط اینو میدونستم که از این ماجرا خبر داره، که من یه مدت طولانیه که دنبال تحمورسم. حتی پدرم هم از این ماجرا مطلع نبودن، به خاطر اینکه جناب سرگرد تحمورس یه آدم حرفه‌ایه تو این زمینه. من میخواستم از اختیارات کاوه کم کنم، اینه که میخواستم بهم کمک کنه، ولی نمیدونم چرا فکر کردم میتونه بهم کمک کنه. و اینکه پدرم خیلی زیادی به کاوه اطمینان داشت جناب سرگرد. خب بعدش؟ بعدش محشید به من گفتش که شاید شهریار خبر داشته باشه از تحمورس. چطور؟ مگه شهریار رو میشناسه؟ بله، به خاطر اینکه هم کاوه و هم شهریار جز بچه‌هایی بودن که همون روزای اول تأسیس شرکت به واسطه تحمورس استخدام شده. چرا تو پدرت این حرفا رو زودتر نگفتی؟ جناب سرگرد، من اصلا فکر نمی‌کردم که مهم باشه، ولی وقتی شما گفتید شهریار کشته شده، راستش ترسیدم. اون موقع احساس کردم که همه این ماجرا به هم ربط داره. مجبورم با مقامات قضایی هماهنگ کنم و شما رو بازداشت کنم. چرا جناب سرگرد؟ من که همه چی رو بهتون گفتم. بازداشت بشی بهتره. جناب سرگرد، باور کنید من همیشه شرافتمندانه کار کردم. تحمورس نسبت به همه چی مشکوک بود. بار مسئولیت اون شرکتم رو دوش من بود همیشه. اون فقط هر از گاهی میمد یه حساب کتاب میکرد و میرفت، تا اینکه دفعه آخر گفت میخوام از ایران برم، سهممو بخر. همین. و چرا برگشت؟ قطعا اومده کاری بکنه. تو خبر داشتی که شهریار با تحمورس در ارتباطه؟ نه، واقعا نه، تا دیروز. آقای سلحشور، دورو برد خیلی شلوغه. جناب سرگرد، من همیشه سرم تو کار خودم بوده. از اولم دوست نداشتم با این تحمورس کار کنم. شهریار زنده است. اونقدر ساختگی بوده. زنده است؟ واقعا؟ عجیبه. کسی به اسم حسن نشاط میشناسی؟ برادر همین محشید نشاطه. یه مدتی به عنوان کارمند خدماتی تو شرکت ما کار میکرد.
چون احتیاط داشت بیرونش کردم. جسدی که پیدا شده متعلق به حسن نشاده. جناب سرگرد، من از بقیه میترسم. بقیه تحت کنترلم. چیز مهم اینه که مهشید و شهریار متواریان. این مهمه. اگه همون شب دانگی رو گرفته بودیم همه چی تموم شده بود. کاوه نابغه بود. پس دوتا نابغه دارم. البته با پلیس فتا یک گردان نابغه اونجا. باریکالله. خوبه اینا رو میدونی اینجا وایستادی. یک کاری بکن. یه کاری کردم. نگران نباش. وهاب خیلی حساسه. کاوه آدم باهوشی بود. چند سال پیش خودم استخدامش کردم. چند ماه اینجا آزمایشی کار کرد. قرار بود بره خارج. من نذاشتم. یه خبر واسه دارم. بگو. نمیدونم چه حواست مهمه. خوشحالت میکنه یا ناراحت. ده بگو دیگه. اونا دارن یه اپ طراحی میکنن تا اطلاعات منتقل کنن. میدونی یعنی چی؟ یعنی دوباره کاری؟ منتها این پولا بعد از ورود به اپ 24 ساعت زمان میبره تا بشینه تو حساب مشتری. اپ جدید؟ با این حساب اگه دانگل به موقع به دستمون برسه زمان کافی واسه جابجایی پولا به یه حساب دیگه رو داریم. یعنی 24 ساعت فرصت داریم که حسابا رو جابجا کنیم. و هم حسابای متنبه، مثلا ترکیه، ابوظبی، ما کجا آباد، حالا بعد بهت میگم. خب همه این حساب هم به اسم یه سری آدمی که من 3 سالی میشه زاغشون چوب زدم. یا نیستن یا خیلی پیرن یا یه جورای حساب بانکیشون اصلا فعال نیست. بقیهشون هم همین دختر پسرهای بی‌بضاعتیه که ما یه چند ارغاز میذاریم کف دستشون از کارتشون استفاده میکنیم. با این موافقم. به شماره گفتم همه کارها رو بکنه. تمام حسابایی که دادی لیست کرده. امیدوارم همه چی طبق برنامه پیش بره. با این دختره چیکار کردی؟ منشی شرکتو میگم. چی بود؟ نشاط. هنوز هیچی. اما پیگیرشم. به جمعه. یعنی اگر جنازه لو بره تو نیستی میدونی که قضیه خیلی پیچیده میشه. بهت میگم رمز. رمز. ای 304 11 25. بعدی دو تا بیه کوچیک جی W 99 11 33. بعدی تو کد قبلی توسط یه رابط خود سیستم جنریت میکنه. هیچ کمکی بهت نمیتونم بکنم. تازه اگه میتونستم به تو کسافت هیچ کمکی نمیکردم.
پس تو میخوای حرف بزنی ها؟ کاش هیچ وقت منو نمیشناختی. کاش هیچ وقت منو نمیشناختی. کاش هیچ وقت منو نمیشناختی. هنوز هم منو نشناختی. خلاصش ببرینش به سوزونینش چی بود آقا؟ امیدوارم خبر خوش باشه. هر کارش کردم هیچی نبود. گندش بزنه آشغالو. هممونو شناسایی کرده بود. اینم از بی‌عرضگی تو و گروه آشغالته. بسوزونش. خلاصش کردم. مدرک باقی نذار. باشه. جمع کنیم بریم. دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ در واقع سیستم تو لایه میانی هک شده، یعنی هر پولی که تراکنش میشه پولا از یه حساب مجازی وارد حساب مجهول میشه. خب پس شما اینجا چه کار میکنیم؟ ما داریم تمام سعیمونو میکنیم اما هنوز موفق نشدیم. من میتونم جلوشو بگیرم، فقط اینکه جسارتاً سرگرد من فکر میکنم ما اینجا تنها نیستیم. یعنی چی؟ جسارتاً این دوربینا به کجا وصله؟ مرکز کنترل اداره ما. میشه دستور بدید که چک بشن؟ بله، به بچه های تجسس بگو بیان برای آنالیز. حتما قربان. من احساس میکنم ما اینجا هم داریم شنیده میشیم هم دیده میشیم. یعنی میتونه کار بهنام و شهریار باشه؟ شهریار اگه زنده بود شاید میشد ازش حرف کشید، ولی خب بهنام که رفیقمه، میدونم امکان نداره. دقیقاً، چون شهریار زنده است، این رفیق شفیق شما هم که تو زرد از آب در اومد، الان دیگه هر دوشون مجرمه. شهریار زنده است؟ به موقعش توضیح میدم براتون. صدوان مدنی. بله. بیاد آقا. چی شد؟ شهریار زنده است؟ چند تا کار جور کردی؟ تونستم 25 تا جور کنم. 25 تا؟ این همه وقت صرف کردی فقط 25 تا کار جور کردی؟ من دارم تمام تلاشمو میکنم اما خب همه جا داره اطلاع رسانی میشه. مردم دیگه به این راحتی کارت بانکیشون رو اجاره نمیدن. ببین عزیز من به این چیزا کار ندارم. من فقط کارت بیشتر میخوام. میفهمی؟ تمام مشخصات کارت رو برام یادداشت کن. از رمز اول، دوم، نمیدونم هر چی که داره. کسایی هم که فهم میکنی موی دماغ میشن یه پولی بنداز جلوشون رو ردشون کن. چی شده شاره؟ هیچی، حلش کردم. بی اینجا کارت دارم. خانم بفرمی نمیدونم اونست ما این منطقه هستیم. وقتی دایگل برسه دستمون باید اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالایی داشته باشیم. دو جا رو شناسایی کردم. اولیش ریسکه راهن مشهد، یه منطقه امنم اینجا گرفتم. دومیشم فرودگاه بین‌المللی هاشمی نژاد مشهد، میدونه قدیرش. خب ما کجا مستقریم؟ تو ون، که اگه ردمونو زدن بتونیم سری جا به جا بشیم. باریکلا، آفرین. برای همین میگم مغز متفکر این سیستمی. بهت افتخار میکنم شهره. شهریار، دستیارت. اینقدر هم که فکر میکردی باهوش نیست. چیکار کرده؟ خونش لو رفته، گند زده به همه چی. ای وای بیشور. بهش زنگ بزن بگو این دوروبر آفتابی نشه.
فهمیدی؟ تو چیکار کردی؟ حسابا رو پیدا کردم. الانم منتظرم دانگل برسه دست. تا ببینم این شهریار احمق چیکار میکنه. سیستم عملیات برداشت پول شروع شده. میدونی تو این چند ساعت چقدر پول از طریق اپ وارد حساب ما شده؟ فقط من اون دانگل رو میخوام که این پولا رو بریزم تو حسابای خودمون. باریکلا آفرین. ولی زمان نداریم ها. اونا هم بیکار ننشستن. به خصوص که دانگل هم دست اوناست. واسه همینه که گفتم به این پسر احمق اعتماد نکنی. بابا 3 ساله داره با ما کار میکنه. نمیتونم حذفش کنم. میتونستی مثل کاوه سروه نیستش کنی. کاوه فرق میکرد. چه فرقی؟ بدون دانگل مگه میتونیم به سلول داغ دست پیدا کنیم؟ ببین طهمورس، برای دسترسی به این پولا باید فقط دانگل رو داشته باشی. میفهمی؟ کلا رو دارم. حالا دانگل رو نصب کن. من آمدم. افتح دروازه گده ما بارد شد. گرفتم. بجم سوهل. سب کن. شد. ای با. خسته نباشی. موقتیه. اطلاعاتو برید تو اپ جدید. یعنی چی تو اپ جدید؟ تحلیل دانگل اومد. نتیجه زود باش. صدا. چی؟ نتیجه نهایی صداست. جناب سرهن، مسئله حساس این پرونده اینه که اونا بدون احتیاج به شبکه اینترنتی ما دارن کار خودشونو میکنن، یعنی مستقیما از ماهواره دارن استفاده میکنن. با یه دیش دیجیتال دارن کار ارسال دریافت اطلاعات اپو انجام میدن. من حدس میزنم که طهمورث ربطی به این جریان داره. پهپادهای نقطه یاب ما چندین محل شناسایی کردن که طهمورث اونجا دیده شده. اخیراً هم یه فرکانس مشکوک نزدیکی آرامگاه فردوسی شنیده شده که الان تیم ما اعزام شدن به اونجا. ما هم خیلی از این سیگنال ها رو رصد میکنیم جناب سرهنگ، ولی متاسفانه اونا مدام دارن جا به جا میشن. اگر طهمورث دستگیر بشه خیلی از مشکلات حل میشه. طهمورث شهریار سالهای سالی که با هم هستن. اون نفوذی طهمورث تو شرکت بوده. از شهریار خبری نیست؟ هر دو با هم. انتقال اپ تقریبا تموم. قربان، من نمیخوام این پرونده کشوری بشه. ما تمام تلاشمونو میکنیم. موفق باشین. بله. سلام، خسته نباشین. خونه ای که ما پیدا کردیم فکر میکنم متعلق به شهریار باشه. از کجا فهمیدی سنگانی؟ آخه مهشید اینجا بوده. بسیار خوب، مراقب باشین، دستگیرش کنین. قبل رسیدن ما از در پشتی فرار کردن. چی؟ تخلیه شده؟ از آتیش قلیونشون متوجه شدم. همه جا رو خوب بگردین. چیز خاصی نیست، یه چند تا لپتاپ شکسته و رایانه قدیمی. بسیار خوب، برگردین. اما چند تا مأمور نامحسوس اونجا بذاریم. اگه اون دانگل امشب به دست من نرسه دیگه فایده نداره، خصوصا که اون خونه لو رفته. بله، مهشید احتمالاً تعقیب کردن و خونه تو لو رفته. عجب کودنی شهریار. با شوره هم هنگ باش.
جناب سرگرد نهاوندی؟ به گوشم. سروان سنگانی هستم قربان. به گوش سنگانی. ما چشم شیطان رو پیدا کردیم، لنزی با میکروفون. خوبه، خسته نباشی. کارش کنید، محتویاتش رو بیارید مخر. چشم قربان. سلام. چه گرمه اینجا. سلام خانم. کسی دنبالت نکرد؟ نه من کارامو بلدم. شما پول آوردین؟ اول دانگل. دانگل. اینجوری؟ دانگله دیگه. تستش کن. یه فایل مجازی توش کپی کردن، اون با هک کردن خودش باعث میشه نقش دانگل اصلی رو بازی کنه. خوبه، بقیهش خودم میدونم. میشه پول منو بدین؟ یه کیف تو صندوق عقبه، برش میداری میری خونه، وسایل تو جمع میکنی، دیگه همون برای آفتابی نمیشی. یه اتاق تو یه هتل واسه هماهنگ کردم، امشب میری اونجا. یه بلیطم واسه استانبول واسه گرفتم. به محض اینکه برسیم اونجا یه آدم پرون میاد پیشوازت، از اونجا میبرد یونان، بعدش هم دانمارک. حله حله حله. خداحافظ. رمز. مستر وی دوبار، اولی بزرگ. فقط تو کیف پول هست دیگه؟ دلار. نصفش فیزیکال، بقیهش هم تو مستر کارت هست. ممنون. خداحافظ خانم. خداحافظ. دانگل. تحمورس، دانگل رو اینطوری میاره؟ چجوری؟ دانگل رو دیگه وصلش کن. برای باران نمیاد. نگران نباش. نسخه های کپی سرعت چند نمونه های اصلی کمتره. تا سیستم بشن سطحش زمان میبره. ارور میده. ارور 504 من رمزه. رمزشو وارد کن. خب بگو دیگه. مستر وی دوبار. مستر وی دوبار. دومی با روپ بزرگ. امیدوارم کار کنه. وارد سیستم شدی. دانگل. دست خودم باشه جاش امتر. محشد چیکارش کردی؟ تو ماشین چیکارش کنم؟ چیکارش کنی؟ نازش کن. سر به نیستش کن دیگه. میدونی تا حالا چند تا آدم واسه این دانگل کشتم؟ خسته شدم تحمورس. بسته دیگه. من دارم میگم نمیتونی برای من کار نکن. اینجا رو پاکسازی کن. بریم کمپ. ممنون، خوش گذشت. لطف کنید یه تاکسی برای من بگیرید. بله حتما. کجا تشریف میبرید؟ فرودگاه. بله قربان. یه قهوه هم برام. بله حتما. بفرمایید زنده باشین. خیلی ممنون. نه. بفرمایید. اصلا. سلامی ماشین برای فرودگاه تنهایی کجا داری میگی؟
بهتر موی دماغم نشی سویل. چه گرفتی که به رفیقت بگی موی دماغ؟ اونقدر گرفتم که اگه نری گنده ترشم بهت میگم. تو میدونستی شهریار زنده است؟ من باید برم، پروازم دیر شده. نمیذارم برم. دیگه رفتن من نه دست توه، نه دست خودم. خیلی بی‌معرفتی. نبودم. اینو خودت هم خوب میدونی. میدونی چرا الان بی‌معرفتم؟ برای اینکه معرفتم فروختم. ارزونم نفروختم. دیگه نمیشناسمت. چقدر گرفتی خودت نباشی؟ زیاد. یه پول خوب برای یه کار معمولی. تو هم اگه بودی همین کارو میکردی. اصلا آدم های پرتوقعی نیستن. اسکن کردن دانگل کار معمولی نیست که. من فهمیدم چجوری ها که میکردن. فهمیدن امتیاز نیست. به موقع فهمیدن جایزه داره. سوهی، خر نشو، تو هم بیا بریم. ببین، ما دوتاییمون بریم اونجا دربونای مایکروسافت هم وایسی ما تا آخر عمر تأمینیم. سوهی، تو از کجا فهمیدی من اینجا؟ جی پی اس چمدون تو یادت رفته باز کنی. اینو به موقع فهمیدم. خره گاف. اگه فرکانس های صدایی درست باشه میتونیم سیستم رو با دانگل جدید آپدیت کنیم. بله، ولی کن بی نهایت احتمال وجود داره واسه این کدا. به هر حال بچه های ما که دارن کار میکنن. یه نرم افزار توی محیط پی سی طراحی کردیم به کمک بچه های دانشگاه فردوسی که با اون میتونیم فرکانس ها رو تشخیص بدیم و اصلا تفکیک کنیم. کار سختیه. ولی امیدوارم بتونید یه کاری بکنید. به این صدا گوش کنید. همه این جمله ها یه ارتباط مستقیم با هم دیگه دارن. جالبه. گوش کن. چه ارتباطی؟ همه اونا یه جمله یا یه شعر معروفن. چی؟ همه اونا یه جمله یا یه شعر معروفن. یعنی اینا کدن؟ دقیقاً. یعنی این هر دفعه با صدای خودش از یکی از این جمله‌ها استفاده می‌کرده به عنوان کد؟ ببین، می‌تونی چند تا خروجی از این صدا رو حتما بدی؟ مقاومت نکنید، خودتون رو تسلیم کنید. اون شکترین حرکت شما
زیر نظر تکثیر اندازه ی ماست. تکرار میکنم، محاصره ای، خودتون رو تسلیم کنی، مقاومت نکنی. بچه های تشخیص هویت آگاهی رو ببره انگوش نگاری. چشم قربان. سلام بهتون. تو تفتیش از خود رو جسد خانم پیدا شد. محشید نشاده. منتقلش کنید سردخونه. اطلاع. اینا موبایل تعمیروس زنگ میکنه. موبایل تعمیروس زنگ میکنه. شماره شهریاره. الو. تا میتونی فرار کن. هر جا بری گیرت میارم. من نهاوندیم. جناب سرگرد، ما اصلا فکرش هم نمی کردیم که شهریار اینقدر آدم عجیب غریبی باشه. من فقط باید برم. حال دکتر خیلی خوب نیست، میخوام یه سرمش بزنم. ولی خیلی نگران بهنامه. تکلیفش چی میشه؟ اون که پروندهش خود پیچیده است، ولی قول میدم کمکش کنم. پس با اجازتون. سلام، منو به دکتر برس. چشم. جناب سرگرد، ما به طور رسمی از کی میتونیم فعالیت شرکت رو شروع کنیم؟ فعلاً که نمیدونیم. پرونده باید کامل چه بفرستیم، مقامات قضایی تصمیم میگیرم. بعد ببخشید، جنازه کاوه رو الان دیگه میشه تحویل خانواده‌اش بدید؟ اون که مربوط میشه به دایره جنایی. درست. بهنام، زنگ زدم جواب ندادی. سرگرد گفت آزاد شدی، رسوند بهت خونه. دکتر فرخ حالش خوب نیست. نمیدونم برات مهمه یا نه. فقط خواستم بدونی. کردی؟ آقا من تو ترکیه گیر کردم. من که داخل به دادم. قرار بود یه آدم پرون بفرستی من از اینجا ببره. دارم کاراتو میکنم. با چند تا از بچه همون حرف زدم. اگر من نمیدونم، من بقیه پولم رو میخوام، اونم نقدن. اونو که بهت میرسونم. ببین، من یه آدمی توی تهران دارم، خیلی هم مطمئنه. آدرسش رو بده. شهریار، تو مشهدی؟ الان دقیقا کجای مشهدی؟ درست پشت سرتم. باشو! خیلی باشو! باشه! گوشو چه بزن! گوشو چه بزن! گوشو اقعب برقه باستو! اسلحه چرا؟ تو اصلا چجوری اینجا رو پیدا کردی؟ فکر کردی خیلی زرنگی؟ من اگه آدم احمد بودم تحمل سامانی زندگیشون دست من نمیدادم. من آدم مورد اعتماد اونا بودم، اما تو دورم زد. ببین شهریار، من که کارمو درست انجام دادم. من دانگلو بهت دادم. ببین منم عین تو گول خوردم. تو گول اون دوتا رو خوردی، منم گول اینا رو خوردم. تو چه فرقی میکنیم با هم؟
به تقدیر انداز بگو من کاور کنه تا دو دقیقه دیگه هم نایمدم. بیایم بالا. اسنایپر جان سعیاد کاور کن. دستگیرت کردن انداختن تو قلاب که منو بگیرن. چون حدس میزدم بیام سراغت. البته اشتباه نمی کردم. ببین من مجبور شدم. باشه. تکون نمیخورم. تو دوربین از کار انداختم. از کار انداختنشون کاری نداشت. مثل مور و ملخ توی محل پلیس ریخته میدونی؟ اما من نمیدونم چند تا مامور دارم دارن. چون من از در نیومدم. ببین اینا که الان تو با این ریخت و قیافه که بر خود درست کردی اینا عمرن اصلا تو رو بشناسن. تو الان با منم اون جلوی اینا رد بشی اینا تو رو نمیشناسن. ولی ببین من هکرم. خب میتونم یه کاری بکنم با این باقی مانده پول من که دست شماست. دو تای این پولا رو برمی‌داریم میریم. من قول میدم یه کاری کنم هیچ ردی ازمون هیچ جا نمونه. تو اسلحه رو بگیر پایین. فکر کردی من از اینجا جون سالم به در میارم؟ بابا اون با من آدمی که داره میره تهش ترجمه میده همه رو به خودش ببره. شهریار همه این اتفاق زیر سر توه. نه تو با اون مستر وی لعنتیت. نه از تو اون مستر وی لعنتیت مزن. تو اون اسلحه رو بذار کنار با هم قشنگ میشینیم صحبت میکنیم. من کرم سر این غلام رو میخورم. میکشم همه ی کوچه های این شهر رو پی آرامش روز و شب میگردم. یه تقویم بی برگ چند ساله رو ورق میزنم بی سبب میگردم. سرنوشتم گره خورده با حسرت. سهمم از زندگی کوچه گردی شد. فکر تو دوستی یا دوری بود. آخرش همون که فکر می کردی شد. کرم قلابم طعمه کوسه هاست. توی دریا خیلی وقت ماهی نیست. گریه هم گونه هام رو رد کردم. من بغض سر به راهی نیست. هر طرف که می کشم زندگیمو سمت بیراه میره و بن‌بست. حس مرد عقیمی و دارم که عمریه تو حسرت یه بچه.
همه ی کوچه های این شهر رو پی آرامش روز و شب میگردم، یه تقویم بیبرگ چند ساله رو ورق میزنم، بی سبب میگردم، سرنوشتم گره خورده با حسرت، سهمم از زندگی کوچه گردی شد، فکر تو دوستی یا دوری بود، آخرش همون که فکر می کردی شد. کرم قلابم طعمه کوزه هاست، توی دریا خیلی وقت ماهی نیست، گریه هم گونه هامو رد کردن، بغض من بغض سر به راهی نیست، هر طرف که می کشم زندگیمو سمت بیراه می ره و بن‌بست، حس مرد عقیمی و دارم که حسرت یه بچه‌ام.